هستیشون رو میتونیم بفهمیم، چیستیشون رو فقط نمیتونیم بفهمیم. نکن نشان چیستی، هستی خدا رو میتونیم. الان کوه رو میبینی نشانه خداست دیگه، میگه خب از خدا هست. همین قلب، همین ریه، همین کبد خودمون رو میبینیم میگیم خب خدا هستش، اینا نشانه خداست. ما چیستی چیزایی که نامحدود هستن و متوجه نمیشیم، چون بهشون احاطه نداریم، اونا به ما احاطه دارن. کلید واژه ها رو، کلید واژه های کجا رو امین گفته؟ بله آقای محمد امین، کلید واژه های چی رو؟ آها، پیدایش و بقا رو. چشم. خب اون رفیقمون که بلد نبودش متوجه شدش؟ اون تیکه که متوجه نشده بودم، کدومی که از بچه ها پرسیدن چیستی و هستی رو یه بار بگیم، متوجه شدی؟ کی بود؟ خانم فرجی. مهسا جان مخلصم، زنده باشی، سلامت باشی، انشاءالله باسه افتخارمون بشید. خب مخلصی. خب بریم توی اون کلید واژه های پیدایش و بقا. من الان از کارگردان و محترم برنامه بپرسم که پیدایش و بقا چیه، واسه من خوشگل توضیح میدن. بقیه رفقا افتاد میخوام بپرسم خوشگل توضیح بدن. خب اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده، اولین کلید واژه‌اش پدیده است. امین، پدیده، هر چیزی که پدیده داشت فقط پدیده بودن رو داره میگه، چیز اضافه نه. پدیده ها گفتیم نیستیشون تقدم دارد بر هستیشون، یعنی قبلا نبود، یعنی نیستی توشون راه داره چون قبلا نبودن. وجود و هستی من از خودمان نیست، همه موجودات تو جهان که ما میبینیم و حسشون میکنیم پدیدن. مقدمه دوم کلید واژه‌اش چیه؟ میگه اینا نیازمندن همه پدیده. پس نیازمندی جایی دیدی؟ اشاره به مقدمه دوم داره، اشاره به مقدمه دوم داره. میگه همینجور که شما بیسکویت میخوری اگه خیلی شیرین باشه میگه چیش زیاده؟ شکر. ولی شکر بخوری، یعنی بیسکویت در شیرینی قائم به شکره، ولی شکر بخوری میگه آقا چقدر شیرینه. خب شکر شیرینه دیگه، شکر در شیرینی قائم به ذاته، شکر شیرین ذاتن، مثل نمک ذاتن شوره. ولی غذا بخوری شور باشه دیگه نمیپرسی باشه یا آشی توش نمک ریختی؟ میگه آره دیگه توش نمک ریختیم شور شده دیگه. میگه لذا دیگه نمیپرسن نمک ریختی توش، دیگه نمیدن چی ریختی توش، میگه آقا نمکش خیلی زیاده ها، یعنی توز دیگه ازت نمیپرسه آقا نمک ریختی یا نریختی، اون خوش میفهمه نمک ریختی، میگه آقا نمکش زیاده. خب پس نیازمندی که اومد تیکه دومشم، آقای امین خان که یه شعری از عبدالرحمن جامی چون نیازمندی رو داره، می خوشک ابری که باید ضابط و ناید از بکسه باید داره نیازمندی، این مربوط مقدمه دومه. ببخشید. و بحث قائم به ذات، میگه کسی که نیازمنده نیاز به یه نفر دیگه نداره که خودش هم پدیده باشه، احتیاج به یک منشأی داره که خودش پدیده نباشه، یعنی قائم به ذات باشه. تو موضوع این آیه هم که گفتیم دیگه مربوط به مقدمه دوم، چون فقرا و نیازمندی رو داره مربوط به مقدمه دومه. تو موضوع بقا هم که کلید واژه‌اش یکم بیشتره، کلید واژه‌اش ایناست که من چند بار گفتم، هر لحظه وقتی اومد اشاره به بقا داره همواره. Việc sống chết không khỏi phiền đến con, chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không biết chua hay ngọt, ngọt nó mới lắc nữa thì còn chi. Một tấm tâm tàn vì chồng sống tới, việc sống chết không khỏi phiền được, sau này hóp lên mà.
hấp lên.